بررسی های انجام شده توسط خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه نشان می به رغم موج شدید اسلام ستیزی و اسلام حراسی در کشورهای مختلف اروپایی و غربی علیه اسلام و مسلمانان اما دین اسلام روز به روز در حال گسترش در غرب است و بر تعداد مسلمانان افزوده می شود. بر همین اساس ما شاهد اتفاقات مختلفی در راستای افزایش آزادی ها و فعالیت های اسلام و مسلمانان در این مناطق و کشورها هستیم. آغاز تدریس دین اسلام در مدارس متوسط شهر سئوتا در اسپانیا از جمله این اتفاقات است که رخ داده است. وزارت و آموزش و پرورش و آموزش شغلی اسپانیا MEFP برای اولین بار ماده درسی را برای تدریس دین اسلام به دانش آموزان مدارس متوسطه در شهر سئوتا در نظر گرفت. اگرچه مسیحیت کاتولیک تنها موضوع آموزش مذهبی در سطح متوسطه برای سالها باقی مانده بوده. این در حالی است که درسی به نام اسلامیات به معنی موضوعهای اسلامی در سطح ابتدایی به دانش آموزان تدریس می شود. در همین راستا رسانه های محلی فاش کردند که دانش آموزان می توانن از آغاز سال تحصیلی آینده درس دینی را که می بیاموزند انتخاب کنند. این اتفاق پس از گذشت سی سال از امضای توافقنامه بین دولت اسپانیا و کمیساریای اسلامی در اسپانیا CIE انجام شده که بر حق دانش آموزان مسلمان در دریافت دروس دین اسلام در سه سطح آموزشی خواه داخل مؤسسات آموزشی عمومی یا مدارس بخش خصوصی تأکید دارد. این رسانه ها اعلام کردند این روند به تدریج در مراکز آموزشی اجرا می شود به طوری که استخدام معلمان دروس اسلامی که گواهینامه مورد نظر را از این وزارتخانه دارند انجام می شود. این وزارتخانه به واجدین شرایط مانند سایر معلمان دینی نیز گواهینامه می دهد. با وجود تشابه سیاست سوتا و ملیله شهر خود مختار اسپانیا در بسیاری از بخش ها این تصمیم شامل این شهر نمی شود. که ماده درسی اسلام برای دانش آموزان مسلمان تدریس شود و تنها این درس شامل دانش آموزان ابتدایی است. محمد الوادی دبیر دفتر سنفی اداری و آموزشی مؤسسه ستاد دانشجویان مسلمان در ملیله می گوید دانش آموزان در مرحله ابتدایی درس دینی اسلام یا مسیحی را که با توجه به وابستگی و ریشه های خود تمایل به آموختن آن دارند انتخاب می کنند. وی افزود دانش آموزان مسلمان درس های اسلامی را از ستاد دانشجویان مسلمان برخی از جمعیت ها و انجمن ها که در مساجد فعالیت می کنند دریافت می کنند همان گونه که دانش آموزان یهودی دروس یهودیت را در مدرسه خصوصی این شهر دریافت می کنند گفتنی است در شهر ملیله نیز یک موسسه اسلامی بزرگ در حال ساخت است و انتظار می رود که مأموریت موسسه های اسلامی موجود در اتحادیه اروپا را انجام دهد. فاطمه موسوی اخبار